طرح تازه برای الزام تایید توافق هسته‌ای احتمالی در کنگره پیش از اینکه اونو بخوان با ایران امضا بکنن، آیا میشه این رو به معنای تشدید وضعیت منجر به شکست کامل مذاکرات دونست؟ ببینید اینکه یه تعدادی از نمایندگان خصوصا جمهوری خواهان و حتی برخی از دموکرات ها، دموکرات های میان روتر، دموکرات های تون روتر، محافظه کارتر و دموکرات هایی که احتمالا در انتخابات ممکنه سیف رقیب هاشون تحت فشار باشن در مورد سیاست خارجی، ممکنه که بخوان یه همچین طرحهایی رو به اجرا برسونه و فشار رو روی دولت آقای بایدن زیاد بکنن. اینکه چقدر رأی کافی داشته باشن که در نهایت به نتیجه برسه و برای رئیس جمهور قابل وتو کردن نباشه، تجربه اینو در دوران برجام هم داشتیم و ممکنه این اتفاق بیفته. احتمالش هست که الان تلاش بکنن این کارها رو بکنن، ولی بیشتر در این مرحله برای فشار روی کاخ سفید هست. البته نشون از این هم داره که حتی در طیف دموکرات هم نگرانی وجود داره و شاید چندان مشتاق این نباشن که این برجام با وضعیت فعلی احیا بشه. بنابراین نشان از فشارها در آمریکاست و اینکه چقدر راه سختی برای احیا در پیش هست و اینکه چقدر زمان به ضرر توافق، اینکه چقدر عملی باشه یه مقدار بستگی به چند هفته آینده و انتخابات میان دوره‌ای هم خواهد داشت. خانم پزشک، بیانیه انتقادی که امروز 56 کشور درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی صادر کردند، این میتونه تأثیری بر سمت و سوی برنامه‌های هسته‌ای ایران بگذاره؟ خیلی بعیده. اگر نگاه بکنید توی گزارشتون هم بود، ایران به این اشاره کرده که خب حالا ببینید چقدر کشور امضا نکردن و در این حال اگر اشتباه نکنم از کشورهای شورای حکام 23 کشور به این رأی دادن که از اون قطعنامه قبلی حتی چند کشور هم کمتر هستش و خب ایران از این استفاده خواهد کرد. این فشارها در این حد خیلی بعیده که تاثیر چندانی بذاره برای تغییر رویه برنامه هسته ایران یا کلا سیاست‌های ایران. تنشها در این سطح احتمالا به نظر قابل کنترل باشه برای ایران. از یه طرفی هم به نظر میرسه که جمهوری اسلامی عملا و آمدانه در حال تشدید تنش با آژانس، از طرف دیگه بر حل مسائل پادمانی تاکید داره. این تناقض در رفتار جمهوری اسلامی چه توضیحی داره؟ ببینید من فکر میکنم که هر چقدر که تنش‌ها رو بالاتر ببرن و بگن که شاید این راه به بنبست بکشه اگر که با جمهوری اسلامی همکاری نکنن، آژانس ممکنه که شروع کنه با ایران همکاری کردن و راه اومدن و کوتاه اومدن. یعنی بعضی وقتا در مذاکرات طرفین ممکنه به عنوان یک تاکتیک سعی کنن که تنش‌ها رو بالا ببرن در یک حد کنترل شده که فشار رو روی طرف مقابل زیاد بکنن، اون چه که ممکنه از دست بره رو یادآوری بکنن و نتیجه شکست رو هم به رخ بکشن تا شاید به یک راه حلی برسه. اینکه واقعا ایران داره از این فرصت برای این استفاده میکنه که یک راه تاکتیکی باشه یا اینکه نه واقعا داره سعی میکنه که راه ها رو ببنده یا عده‌ای و گروهی در قدرت در ایران هستن که دارن سعی میکنن راه های توافق رو ببندن، جای بحث داره. ولی در مجموع یکی از این دو تاسیا میخوان واقعا عده‌ای راه رو ببندن یا اینکه سعی دارن میکنن که آژانس رو با این تنش ها وادار بکنن که عقب نشینی کنن. ممنون از توضیحاتتون. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل، از واشنگتن ما رو همراهی کردید.